خانم آقایان، درود بر شما. پوزش میخوام که دوباره نیم ساعت دیر شد، با اینکه خیلی تلاش کردم که به موقع برسم ولی متاسفانه ترافیک اجازه نداد. صحبتهایی که اینجا میشه و خبرها، به عنوان خبرنگار روز و روزنامه نگار مستقل صحبت میکنم، ارتباطی نداره با رسانه‌ای که من براش کار میکنم. دوستان در فیسبوک هم هستن، در اینستاگرام هم میتونید اگر ممکنه شیر بکنید که بقیه هم ببینند. در چند روز گذشته اتفاق مهمی که افتاد این بود که ستاد کنترل ارز در ایران تلاش زیادی به عمل آورد که حتی امکان بتونه بازار ارز رو با خبرهای جعلی و نادرست کنترل بکنه. تمام تلاش خودش رو نظام به کار گرفت که بتونه به قول خودشون مرحله دوم ریزش رو به نتیجه برسونن. طبق اخباری که به ما رسیده از این ستاد، آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشین جمهوری اسلامی به جای نیلی در ستاد 11 نفره کنترل قیمت ارز جایگزین شده و فردی هست که عملیات ریزش دوم رو به نوعی بر عهده خودش گرفته و نوسان‌های قیمت که در بازار ارز هممون شاهد بودیم کاملا دستوری و ارتباطی به وضعیت اقتصادی کشور نداره. قبل از اینکه این خبر رو ادامه بدم میخواستم یه توضیح خیلی کوتاه بدم. خیلی از ما سوال میکنن که شما چرا وارد بازار ارز شدید؟ به شما چه ارتباطی داره؟ دقیقا، بنده از بازار ارز خودم شخصا هیچ تخصصی ندارم و نمیدونم، ولی درخواستای مکرر بسیاری از خود شما به ما و اینکه ما داراییمون رو داریم از دست میدیم، به هر دلیلی خیلی ها وارد بازار ارز شدن، بیکاری، ناامیدی از وضعیت بازار کار، پیدا کردن کار، درآمد کم، دلایل مختلف وجود داره که خیلی ها وارد بازار ارز شدن. برخی ها به ما زنگ زدن، مثلا یک معلم، یک حتی کارگر که خونش رو فروخته یا داراییش رو که یک ماشین بوده چند میلیون تومان فروخته و این رو تبدیل کرده به ارز. این باعث شد که ما وارد بشیم و به ویژه با توجه به این که با توجه به گزارش هایی که پی در پی به دست ما رسیده، 3000 کانال تلگرامی رو جمهوری اسلامی باز کرده برای اینکه قیمت های دستوری رو اینها منتشر بکنند و تعداد زیادی رو دستگیر کردند، افراد خودشون مهره های سوخته رو اعدام کردند، تماما با یک هدف و اون بیرون آوردن ثروتی هست که از دید اونها در دست مردم نباید باشه، در دست دولت باید باشه، در حالی که دولت جمهوری اسلامی تمامی بودجه‌ای که خودش داشته رو در بهترین حالت صرف مردم نکرده و این بودجه هم صرف مردم نخواهد شد در صورتی که از دست مردم بیرون بیاد، کماف سابق در مسائل مختلف صرف خواهد شد. به همین دلیل ما وارد عرصه دلار شدیم. کانالی که ما باز کردیم، کانال آواتودی دلار، توسط چند نفر در داخل خود ایران اداره میشه. خیلی ها به ما زنگ زدن، تماس گرفتن که چرا مثلا فلان چیز رو گفتید که ما باعث شد ضرر بکنیم و به نوعی اشتباه بکنیم. بنده پیگیر شدم و وقتی دیدم بسیاری از تماس‌هایی که با شما گرفته شده از طرف کانالی هست که وابسته به جمهوری اسلامی هست و این کانال در واقع کانالی هست که هیچ ارتباطی به ما نداره. کانال آواتودی یک هست، رقم یک رو در آخرش اضافه کردن و این باعث شده که خیلی ها تصورشون بر این باشه که این کانال کانال ما هست. این کانال ارتباطی به ما نداره و از همه شما میخوام که اگر در این کانال آواتودی یک عضو شدید، که از عکس بنده، از تمامی مشخصاتی که در کانال اصلی آواتودی دلار هست نگاه کنید استفاده کرده، متوجه خواهید شد که هیچ ارتباطی به ما نداره. مسئله‌ای که می‌خواستم اینجا خدمتون عرض کنم، اگر خبرها رو پیگیر هستید در کانال آواتودی دلار، فقط یک کانال آواتودی دلار وجود داره و اون یکی هیچ ارتباطی به ما نداره. پس بنابراین لطفاً از ما نپرسید و مطمئن باشید که وابسته به خود جمهوری اسلامی است که با خیلی‌ها تماس گرفتن. متأسفانه خیلی‌ها فکر کردند که از طرف ماست، که این ارتباطی با ما نداره. در گذشتم گفتیم اگر ممکن است خودتون هم این مسئله رو شیر کنید به همه دوستانتون که همه بدونن.
برگردیم به این خبرهای محرمانه پشت پرده. اتفاق مهمی که در ایران قرار هست رخ بده چی هست؟ بعد از اینکه گفتگوهای پی در پی ستاد کنترل ارز داشته و بعد از مشورت‌های پی در پی متوجه شدن که نمیتونن برای مدت زمان طولانی ارز رو جلوگیری بکنن از اینکه قیمت اصلیش رو داشته باشه، قیمت‌های دستوری برای مدت زمان طولانی امکان پذیر نیست، نمیتونن تعداد زیادی رو هر روز دستگیر کنن، هر روز مامورانشون رو بفرستن به صرافی یا دستور بدن تهدید بکنن، دستگیر بکنن. به چه دلیل؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مهمی که در ایران رخ میده، واحد پول ملی رفته رفته داره از بین میره و در آینده نزدیک معاملات در کشور با ارزهای خارجی انجام میشه. یعنی دیگه اعتباری به تومان نیست، به تومان جمهوری اسلامی، و معاملات با ارزهای خارجی انجام میشه. در ستاد کنترل بحران این مسئله مورد توجه قرار گرفته، در موردش بحث شده، تعدادی از افراد یا اعضای 11 نفره این شورا مخالفت خودشون رو اعلام کردن با این مسئله، ولی ناگزیر هستند. باید این اتفاق بیفته به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی کشور روز به روز داره بدتر میشه. خبرهای رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو به طور کامل فراموش کنید، در نظر نگیرید، به دروغ درمانی کامل روی آوردند و دارن سعی میکنن با خبرهای بی پایه و اساس که هیچ اساس علمی، اقتصادی و حتی سیاسی نداره، میخوان جو بدن و مردم رو امیدوار بکنن. حتی خبرهایی رو شاید شما هم دیده باشید که از مردم میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن در ایران. این در حالی است که تمامی سرمایه ها حتی توسط فرماندهان خود سپاه پاسداران، توسط مقامات ارشد جمهوری اسلامی داره از کشور خارج میشه. در چنین شرایطی یک شوخی هست که ما تصور بکنیم یا انتظار داشته باشیم که سرمایه از خارج کشور بیاد در داخل ایران سرمایه گذاری بشه. اینها خبرهایی هست برای همون هدف اصلی که خدمتون عرض کردم، یعنی بیرون آوردن یا غارت دلارهای مردم، دلارهایی که بهش میگن اصطلاحاً دلار خانگی. در آینده نزدیک همونطور که عرض کردم معاملات روزمره با ارزهای خارجی انجام میشه و این رو هم بگم که این خبر مهمی است. طبق گزارشی که در ستاد کنترل بحران مطرح شده، از ابتدای ریزش، یعنی عملیات ریزش اصطلاحی است که اونها به کار میبرن، تا کنون 11% میزان ارز خانگی اضافه شده. یعنی حدوداً تخمین زده میشد بین 27 تا 30 میلیارد در دست مردم باشه که حالا این میزان بیشتر هم شده و به گفته خیلی از کارشناسان اقتصادی در داخل کشور و البته مستقل، زمان مناسبی هست برای نجات سرمایه های ریالی از کشور، به این دلیل که وضعیت روز به روز داره بدتر میشه. خبر دیگری که مهم هست و به صدا و سیمای جمهوری اسلامی داده شده، تحت هیچ عنوان در مورد بسته شدن و یا ورشکستگی هیچ کارگاه تولیدی، هیچ مرکز تولیدی نباید خبر رسانی بشه. این خبری هست که از درون صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، جزو دستوراتی هست، دستورالعملی هست که باید اجرا بشه. همه شما شاهد هستید هر روز در گوشه و کنار ایران کارگاهی، کارخونه‌ای داره بسته میشه. وضعیت به گونه‌ای هست که هر روز عادی شده خبر این که امروز 1000، 2000، 5000 نفر بیکار شدن، کارشون رو به طور کلی از دست دادن. اینقدر تکراری هست. ولی به طور کلی به صدا و سیمای نظام دستور داده شده که هیچ یک از این اخبار نباید پوشش داده بشه و برعکس باید در مورد خبرهایی رو منتشر بکنند که مثلا فلان واحد سرمایه گذاری بهره برداری میشه ازش، این طرح تولیدی در فلان استان هست، فلان طرح، یعنی اخبار کاملا دروغی که به مردم بگن خیر، تحریم ها هیچ اثری نداشته، اتفاقی نیفتاده، وضعیت بسیار مناسبی هست. که این اخبار به طور کامل کذب محض هست. اگر توجه کنید مثلا تایر بریجستون در اردبیل همین دیروز ورشکسته شده، تمامی مثلا پتروشیمی های کشور در حال ورشکستگی هستند و نه مواد اولیه دارن و نه تولیداتی که دارن به فروش میرسه. وضعیتشون وضعیت نامناسبی هست. در ستاد کنترل بحران جمهوری اسلامی، با کنترل بحران ارزی جمهوری اسلامی، مسئله که مطرح شده جالبه بدونید اینه که
به قول خودشون خطر ترامپ یا تهدید ترامپ ترک برداشته. منتظر گزارش مولر هستن و تحقیقاتی که انجام داده در امریکا. یعنی به طور کلی به اختلافات درونی امریکا دل خوش کردن که از این اختلافات بلکه مسئله اتفاقی بیفته، امامزاده بیرون بیاد و این وضعیت رو تغییر بده. و همچنین اختلافات درونی حتی اسرائیل، حزب لیکود با حزب کارگر، و همچنین مسئله به قدرت رسیدن حزب کارگر در کشورهای اروپایی، به ویژه در بریتانیا، هم کوربین در بریتانیا هم مطرح است. اینا مسائلی است که خیلی ها دل خودشون رو خوش کردن در درون ستاد که اتفاقی بیفته و نتیجه خوبی داشته باشه. اولا این رو عرض کنم که اختلافات داخلی در امریکا بر سر سیاست خارجی نیست، هیچ ارتباطی به سیاست خارجی نداره، چه بسا بسیاری از سناتورهای آمریکایی، سناتورهای دموکرات آمریکایی، مقامات قبلا دموکرات آمریکایی موافق فشار روزافزون و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی هستند. چه اتفاقی افتاده؟ میخوام خیلی کوتاه بگم در آمریکا. اولا لابی اسرائیل در آمریکا بسیار پرقدرت هست. لابی اسرائیل بر روی هر دو طرف آمریکایی سرمایه گذاری کرده. یعنی چه دموکرات ها اکثریت بشن، چه ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها، هیچ اتفاقی، هیچ تغییری در سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل اتفاق نخواهد افتاد. این مسئله هست که یک نوع دلخوشی کاذب در درون جمهوری اسلامی که اگر مثلا دموکرات ها اکثریت بشن چنین اتفاقی میفته. در ثانی تمامی اختلافات داخلی امریکا به گونه ای نیست که پرزیدنت ترامپ مثلا 4 سالش رو تموم نکنه. من از اینجا به شما قول میدم که 4 سال بعدی هم رئیس جمهور خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی راه فراری نداره و دلخوش کردن به مسئله اختلافات داخلی در امریکا یک دلخوشی بیهوده است. دو روز پیش در سنای آمریکا جلسه ای برگزار شد. سناتور رند پال صحبت کرد. جلسه یا به نوعی اجلاس کنسرواتیف های آمریکا بود که خیلی ها دعوت شده بودن. بندم اونجا بودم و میخوام موضوعی رو خدمتون عرض کنم که اونجا مطرح شد. داستان تحریم های جمهوری اسلامی توسط دولت ترامپ از طرف بسیاری از سناتورهای آمریکایی داره وارد مرحله جدیدی میشه. یعنی مثلا صدا و سیما، بخشای دیگری از سپاه پاسداران و بخشای دیگری از جمهوری اسلامی مرتبط با به ویژه تلاشای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه هدف تحریم ها قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی اینکه تحریم های دیگری در راهه، تحریم های بیشتری در راهه و آنچه که جمهوری اسلامی میگه که تحریم ها به نتیجه نرسیده، نه تنها این تحریم ها به شدت و با قدرت داره ادامه پیدا میکنه، بلکه تحریم های بیشتری هم در راه هست. آنچه که حالا مهمه در محافل واشنگتن، ما این رو بهش دست یافتیم، یک کارگروه ویژه برای رصد کردن تلاش های جمهوری اسلامی ضد تحریم هست. یعنی تلاش ها برای دور زدن تحریم ها یک کارگروه ویژه تشکیل شده. در دوره پرزیدنت اوباما چنین مسئله مطرح نبود. یعنی در دوره پرزیدنت اوباما تحریم ها انجام می شد ولی جمهوری اسلامی به راحتی از طرق مختلف، از ترکیه، از عراق، بخشی از کشورهای مختلف اروپایی این تحریم ها رو دور می زدن. این بار چه اتفاقی داره می افته؟ نه تنها تحریم های دیگری در راه هستند، بلکه این کارگروه ویژه کاملا داره تلاش های جمهوری اسلامی رو رصد میکنه در کشورهای صربستان، رومانی، بلغارستان، اروپای شرقی به طور کلی، در عراق، در قطر، در افغانستان، که اینها یعنی نظام جمهوری اسلامی شبکه هایی رو تشکیل داده برای دور زدن تحریم ها. میخواستم این رو بگم. خیلی ها ازشون درخواست همکاری شده در داخل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ داره از افراد تاجر در سطح بالا، افرادی که بعضن مستقل هم هستن، سیاسی نیستن، ارتباطی با نه جمهوری اسلامی داشتن نه هیچ دولت دیگری، تماس میگیره و از طریق این افراد میخوان تحریم ها رو دور بزنن. یعنی با کمک این افراد میخوان مبالغی رو پولشویی بکنن و وارد ایران بکنن. این رو میخواستم خدمتتون بگم. افراد معقول یعنی عاقل باشن، تاجرهایی که معمولا هستند در وهله اول به این فکر میکنن که سرمایه خودشون رو نجات بدن، نباید به این دام بیفتن.
یعنی نباید تحت هیچ عنوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن. چرا؟ برای اینکه دارن رصد میشن خیلیاشون، و در صورتی که اینها تشخیص داده بشه که از چه طریقی و چگونه با جمهوری اسلامی همکاری کردند، که عرض کردم این وظیفه این کار گروه ویژه است، امریکا با کشورهای متحد خودش و همپیمان خودش در منطقه اونها رو پیدا میکنن و این افراد در واقع سرمایه هاشون از بین میره در خارج از کشور، و در داخل کشور هم دیگه هرچی دارن باید اونجا بمونن، نمیتونن خارج هم بشن چون هدف تحریم هم قرار میگیرن. پس بنابراین این رو حتما منتشر بکنید که هیچ یک از پولدارها و افراد ثروتمند داخل کشور، ایرانیای داخل کشور که بعضن عرض کردم ارتباطی هم به سیاست ندارن، ازشون همکاری خواستن همکاری نکنند اگر میخوان که سرمایه هاشون حفظ بشه. جالبه که لابی های جمهوری اسلامی در واشنگتن فعال هستن. در جلسه دو روز پیش سنا با اینکه سناتور رند پال و تعدادی از کنسرواتیف ها که اینها عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی، مخالفین سرسخت تر جمهوری اسلامی هستند، ولی دو تا از لابیست‌های جمهوری اسلامی اونجا بودن، من اسم نمیارم ولی میخوام این رو بگم که شبان روزی دارن فعالیت میکنن بلکه بتونن راهی پیدا بکنن برای گریز از این وضعیت. یعنی شما نبینید که در داخل جمهوری اسلامی دارن شعار میدن و خودشون رو پرقدرت نشون میدن، ولی در امریکا التماس میکنن برای اینکه بتونن از این وضعیت خلاص بشن. تمامی اخباری که گفته میشه جمهوری اسلامی در حال مذاکره هست کذب محضه. تا این لحظه، از این لحظه به بعد چه اتفاقی افتاد بنده نمیدونم. اگرم باشه ما اولین، شاید اگرم اول نباشیم دومین یا سومین، یعنی اولین ها خواهیم بود که به مردم میگیم صادقانه چه اتفاقی داره میفته. هیچ مذاکره‌ای در میان نیست، اینها تماما دروغ، فضاسازی، جفسازی برای اینکه بتونن اون پولی رو که در دست مردم هست هر طوری هست خارج بکنن. خیلی ها براشون مسئله شده این، و ما هم به همین دلیل دنبال این خبرها بودیم که اجازه ندیم جمهوری اسلامی سرمایه های مردم رو غارت بکنه. ما به هیچ کسی نگفتیم دلار بخرید، به هیچ کسی هم نگفتیم دلار بفروشید، فقط میگیم که باید، حق شما هست اطلاعات کامل و درست رو داشته باشید تا اینکه مال باخته نشید. هدف ما فقط همین هست، وگرنه هر کسی میخواد دلار بفروشه یا به هر حال صلاح مملکت خیش را خسروان دارند. توصیه هوشیاری بسیار مهمی که باید انجام بشه این هست که شما خودتون شاهد هستید، خبرهایی رو ما در کانال گذاشتیم، در اینستاگرام همچنین، دال بر اعتراف یکایک مسئولین جمهوری اسلامی، حتی اصولگرایان، به سقوط نظام، به اینکه وضعیت بسیار بد هست، به اینکه ادامه این وضعیت امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو بر این گذاشته که بیاد در خارج از ایران شکاف ایجاد بکنه در بین اپوزیسیون. این تلاش کلی نظام هست، یعنی اینها به نوعی از بسیاری از مسائل دارن صرف نظر میکنن، ولی این یکی رو بسیار روش تأکید دارن و دل خوش کردن به اینکه اپوزیسیون توش شکاف بیفته. کاری که باید بشه، اولا کانال‌های مردمی هستن، کانال‌هایی هستن که میدونید فعال هستن در زمینه رسانه‌ای. حالا بعضیا طرفدار اون کانال، بعضیا این کانال، کانال‌های برانداز منظورم هست. این کانال‌ها تحت هیچ عنوان نباید وارد بازی انتقاد از یکدیگر بشن. نباید وارد بازی دعواهای آنچنانی که از تهران کنترل میشه بشن تحت هیچ عنوان. ما خودمون به عنوان یک رسانه کاملا مستقل، هر مسئله ای در مورد ما گفته میشه در مورد تیم آواتوده ما جواب نمیدیم هیچ وقت، برای اینکه فکر میکنیم این بازی هست که از طرف جمهوری اسلامی داره اعمال میشه. در این حال هیچ وقت هم فکر نکردیم ما کامل هستیم یا اشتباه نمیکنیم. همه 5-6 نفر آدم، یه تیم کوچیک ولی با ایمان راسخ به مسئله آزادی و دموکراسی ایران داریم کار میکنیم 18-19 ساعت شبانه روزی، برای اینکه بتونیم بهترین و درستترین خبرها رو به مردم برسونیم. در این مسیر ممکن است اشتباه بکنیم، خیلی طبیعیه، منکر اشتباه هم نشدیم، ولی مسیر درستی هست.
امیدواریم بقیه کانال هم وارد این مسیر بشن و از هر گونه حتی در این شرایط انتقاد از همدیگه هم پرهیز بکنن، مگر اینکه این انتقاد در راستای منافع ملی باشه. منافع مردم منظورم هست. منافع ملی اقتضا میکنه که همه کانال ها در حال حاضر متحد بشن، شورای رسانه‌ای که ایجاد شده تقویتش بکنیم و افراد و گروه های بیشتری رو وارد بکنیم. بدترین راه ممکن این هست که من بیام بخوام از طریق انکار دیگران خودم رو ثابت کنم، از طریق انکار دیگران بگیم این رسانه درسته. ما اینو نمیگیم، ما میگیم این خبری که هست که ما داریم، مردم دارن میبینن، خواستن باور کنن خواستن باور نکنن، ما داریم پخش میکنیم. به هیچ کسی هم نمیگیم این غلطه یا این درسته، مردم خودشون باید تشخیص بدن. البته منظور بنده این کانال هایی نیست که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون در خارج از کشور طبق اطلاعاتی که ما داریم بیش از 100 کانال شبکه مجازی فعال هستند، از امریکا گرفته تا اروپا تا کشورهای دیگه. خیلی‌ها براشون پرسش هست پس چرا امریکا جلوگیری نمی‌کنه؟ اینجا کشور آزاده، کانال هایی هست که 24 ساعته علیه رئیس جمهور داره صحبت میکنه با بدترین ادبیات، کسی هم نمیتونه جلوش رو بگیره. پس بنابراین نباید انتظار داشت که امریکا جلوگیری بکنه. امریکا برای خودش جلوگیری نمیکنه و نمیتونه بکنه، قانون این کشور اجازه نمیده. ولی جمهوری اسلامی از این فضای دموکراتیک داره استفاده میکنه به نفع خودش. گروه ها و کانال هایی هستن که اینها هیچ وقت در مورد اعمال و رفتار جمهوری اسلامی صحبت نمی کنند. گروه هایی پیدا شدن که اینها هدفشون اولا کوبیدن اسلام هست، از این طریق که این اساسا با کار ما متفاوت هست. ما دموکراسی رو این میدونیم و دموکراسی همین هم هست، احترام به عقاید دیگران. حالا این عقاید اشتباه یا غیر اشتباه به ما ارتباطی نداره، ولی احترام به عقیده و نظر دیگران اصل دموکراسی هست. حالا یکی شیعه است، یکی سنیه، یکی مسیحیه، یکی آتئیسته، یکی زردشتیه، اهل حق، اون هم در کشوری که بیشتر از 10 دین و مذهب وجود داره. این کانال ها عمدن میان خودشون رو یا شناسنامه خودشون رو طوری به جمهوری اسلامی نشون میدن که مثلا ما مخالف هستیم، به مردم میگن ما مخالفیم، ولی از بیخ دارن مثلا علیه اسلام صحبت میکنن، که در اون طرف قضیه جمهوری اسلامی بیاد بگه، آتو داشته باشه، بگه که ما مخالفینمون اینها هستند و حق داریم اینها رو سرکوب میکنیم، که البته این نادرسته ولی از دید بسیاری از مردم ساده و عوام قابل قبوله. یک. دوم این که این کانال ها 24 ساعت اگر نگاه کنید اینا کاری ندارن به دزدی مثلا فرزندان آقای خامنه ای، به پول و ثروتی که مقامات ارشد جمهوری اسلامی خارج کردن، به فساد گسترده‌ای که در کشور هست، به بیکاری که هست، به حیف و میل ثروت و سامان کشور در کشورهای دیگه، در سوریه، در عراق، در بقیه کشورها، در یمن. ولی 24 ساعته چه کار میکنن؟ کارشون این هست که مثلا فلان کانال، فلان عضو فعال در اپوزیسیون رو به شدت بیان بکوبن، مورد حمله قرار بدن. اینها کانال های وابسته به جمهوری اسلامی هستن و شک نکنید در این زمینه. هر کانالی که در این زمینه کار میکنه بهش اعتماد نکنید. ساده است. همه ما در یک کشتی هستیم که اون هم ایران هست. اگر غرق بشه همه با هم غرق میشیم، اگر هم موفق بشه همه با هم موفق میشیم، که در حال حاضر در جنگ هست با جمهوری اسلامی. این کشور در یک نبرد سخت هست با جمهوری اسلامی و لازم هست که همه ما در این راه فعال باشیم و به میدان بیاییم. این خیلی مهم هست. چرا من خیلی تأکید کردم بر این مسئله؟ برای اینکه در اسناد محرمانه خود جمهوری اسلامی این یکی از نکاتی است که نظام دل خوش کرده به اون، شکاف در اپوزیسیون، ایجاد شکاف. یعنی شما دقت کنید کوچکترین مسئله اتفاق میفته، دقت کنید چه کسانی دارن منتشر میکنن. اکثرا کسانی هستن که اگر پروفایلشون رو شما ببینید متوجه خواهید شد که اینا فیک هستن، افرادی هستن از داخل جمهوری اسلامی. و متاسفانه
برخی از گروه ها هم که برانداز هستند در ظاهر وارد این بازی شدن، وارد بازی فش و فشکاری و مسئله بد و بیراه به گروه به قول خودشون رقیب هستند. این رو میخواستم خدمتتون بگم که مردم ایران باید یک مسئله رو در نظر داشته باشن. گروه هایی که از حالا یا افرادی فرق نمی کنه دل خودشون رو خوش کردن که سهمی از فردای سقوط جمهوری اسلامی بهشون برسه، منصبی، مقامی بهشون برسه، اینها صادق نیستند. اینها دنبال موضوع دیگری هستند که ما با اونها فاصله داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا شورای انقلابی که داره تشکیل میشه اکثر افرادش در داخل کشور هستند. به هیچ وجه به گونه ای نیست که در خارج کشور بریده بشه، دوخته بشه و تقدیم بشه، مردم داخل کشور هم ناچار باشن که همون رو اجرا بکنن. خیر، نقش ما در خارج از کشور نقش کاتالیزور هست، هماهنگ کننده، تسهیل کننده، کمک کننده به داخل کشور. انقلاب اونجا در داخل کشور شکل میگیره. پس بنابراین اعتماد نکنید به افراد یا گروه هایی که تحت هر عنوان میان خودشون رو مطرح میکنن، مثلا در فردا من فلانی این میشم، این رهبر میشه، فلان رهبر. این رو هم خدمتون عرض کنم که دوره رهبری فردی در ایران به پایان رسیده. رهبری قانون خواهد بود، رهبری سیستم خواهد بود. سیستم هیچ وقت فاسد نمیشه، ولی فرد، از بنده تا شما تا هر فردی، احتمال فسادش هست همیشه. قدرت میتونه فاسدش بکنه. پس بنابراین این رو باید ما تبلیغ بکنیم در سراسر کشور که آینده ایران تحویل سیستم خواهد شد. یعنی یک سیستم جایگزین خواهد شد، نه اینکه آقای خامنه ای با فردی دیگر جاشون رو عوض کنن. خیلی از افرادی که حالا دم از این میزنن که وابسته یا طرفدار سیستم پادشاهی هستن، میخوان این رو القا کنن. خود آقای پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی همچین اعتقاد و نظری نداره. لااقل بنده چند بار که باش صحبت کردم و دیدم و جلسه بوده، کاملا مخالف فردگرایی و جایگزینی فردی با فردی دیگره. پس بنابراین اینها افرادی نیستن که خودشون رو آویزون کردن تحت عنوان سلطنت طلب یا پادشاهی دارن فعالیت میکنن. آینده ایران آینده تاریکی خواهد بود اگر بار دیگه از فردی به فرد دیگه منتقل بشه. این اشتباه دیگه تکرار نخواهد شد. سیستم دموکراتیک جایگزین خواهد شد و این سیستم فاسد نخواهد شد. برای اینکه ده ها کانال نظارتی وجود خواهد داشت که این شاید از حوصله این بحث خارج باشه، در فرصت مناسب گفته میشه. بنابراین خیلی ها که فکر میکنن یا دل خوش کردن به اینکه از این به قول معروف بعد از جمهوری اسلامی به نوایی برسن، این فکر اشتباهه. همه ما باید در مسیری که مسیر آزادی ایران هست تلاش بکنیم که این مسیر رو به طور درست و بدور از هر گونه انتظاری و بدور از هر گونه چشم داشتی ادامه بدیم. بنده مخلص شما در این راه حاضر هستم که سرمایه آدم چی هست؟ یک شاید جان آدم مهمترین سرمایه باشه. حاضر هستم در این راه فدا بشم در راه آزادی و دموکراسی. ما به فدایی نیاز داریم برای آزادی، نه به رئیس و رؤسا و افرادی که مدعی رهبری هستند، که اگر شما حساب کنید صدها نفر منتظر این هستند که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و بعد از اون بیان جای یا کرسی ریاست فلانجا رو اشغال بکنن. من نمیخواستم وارد این بحث بشم، ولی چون خیلی ها از ما خواستند و تقاضاهای زیادی شد در این مورد صحبت کردم. هدف اصلی ما در مرحله فعلی سقوط جمهوری اسلامی هست. کانال های برانداز همه باید متحد بشن. از این بازی که جمهوری اسلامی راه انداخته، بازی مخالفت با همدیگه، باید خارج بشیم. انکار یک دیگه بسیار بده. انکار همدیگه، اون یکی اون یکی، این به این،
خودتون